یا مجموع اقدامات هامیان غربی اسرائیل رو داریم گروه هفت و ساینی رو تمام این تلاش ها این برنامه هایی که پیش روشون هست صحبت هایی که میکنن حمایت ها و تهدید ها چه تأثیری میتونه بگذاره در واکنش نهایی اسرائیل اون چیزی که برای اونها روشنه که واکنش اسرائیل یک چیز حتمیه ولی برای اونها چند تا چیز همچنان مشخص نیست اینکه این مقیاس چطوری میتونه باشه به کجاها حمله خواهد شد و زمان حمله کیه میدونیم که به هر حال همونجوری که از این بیانیه کو... کوچک گروه هفتم برمیاد اونها نگران گسترش تنش ها هستن با این حال حمایت خودشون رو این بار از اسرائیل نشون دادن اگر برگردیم برقب به عقب به بهار نگاه کنیم فروردین ماه وقتی که اون وعده صادق یک رو جمهوری اسلامی ایران عملی کرد حمله موشکی رو انجام داد وزرای خارج گروه هفت در کاپری جمع شده بودند اون زمان تلاشهای دیپلماتیک برای این بود که نذارن اسرائیل واکنشی نشون بده و به اسرائیل بقبولونن که اون چیزی که رقم خورده دفاع از آسمان اسرائیل به کمک حامیان اسرائیل اون برای اسرائیل یک پیروزیه اما الان از این صحبت نمیکنن چون میدونن که این واکنش محتمله ولی خب میخوان تلاش کنن که اون چیزی که نگرانشون میکنه سرازیر شدن این تنش به سایر نقاط میانه اتفاق نیفته بر همین تو اگر به اون بیانیه نگاه کنیم نه فقط خب به جمهوری اسلامی ایران رو محکوم میکنن همون جایی هم که خودت گفتی اشاره دارن که حتما جمهوری اسلامی ایران رو تحریم میکنن این واکنشی که قبلا هم نشون دادن در اون وعده صادق یک برای همین در وعده صادقه دو هم مطمئنا این انتظار میرفت اما میخوان یه چیزی رو تاکید برش دارن که این درگیری رو منفک از درگیری که اسرائیل در غزه داره و اسرائیل الان با حزب در جنوب لبنان داره ندونن برای همین خواهان اینن که اون قدنامه شورای امنیت 2735 مربوط به قضه اون طرح سه مرحله آتش بس عملی بشه و همینطور دوباره طرفین هم حزب الله هم اسرائیل متحد بشن قدنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد رو هم رعایت کنن که اونجا هم تنش ها کاهش پیدا کنه بر همین این دوتا رو کنار همدیگه دیگه میذارن ضمن اینکه احتیاط همچنان در کلام اونها وجود داره و خب این تاثیر میگذاره در حامی درجه یک اسرائیل ایالات متحده آمریکا که گفته که اقدامی که ایران صورت داده در این وعده صادق دو تبعاتی داره تبعاتی سهمگین و درد داور اما باز هم که تیچ چل... نزدیک به 48 ساعت حالا در ایالات متحده آمریکا در دستگاه اجرایی جو بایدن رئیس جمهور در کلامشون احتیاط بیش از قبل حاکمه بنابراین تلاش های اونها برای اینه که اون معلوماتشون دونسته بشه آیا این اون چیزی که مقیاسی که میخواد رقم بخوره طبق گفته اونها متناسب خواهد بود و آیا اینکه جزئیاتی که اون جایی که مورد هدف قرار میگیره مثلا محدوده است که خط قرمز های اونهاست که مثلا جو بایدن تبیین کرده که مثلا تاسیسات اتمی نباشه بنابراین همچنان میبینیم که در پایان همین گروه هفت در اعلامی کوتاهشون اومده که ما این گفتگوها رو ادامه میدیم به نظر میرسه که این گفتگوهای درونی وجود داره و همینطور با همتهای خودشون در اسرائیل این گفتگوها رو ادامه میدن جمهوری اسلامی رو داریم تلاش دیپلماتیک پیغام هایی که میفرسته این چه تأثیری میتونه در باکنش اسرائیل اونجوری که خبرگزاری الجزیره خبر داده که یک پیغامی رو مقام جمهوری اسلامی ایران از طریق قطر به آمریکا دادن این پیام میتونه معنادار باشه در کنار تمام تلاشا پیام از اینه که خیشتنداری یک جانبه به پایان رسیده از طرف جمهوری اسلامی ایران و اگر اقدامی بشه پاسخ غیر متعارفی رو اگر اسرائیل اقدام می بکنه به خصوص در حمایت، به خصوص آمریکا در حمایتش بر بیاد پاسخی غیر متعارف رو جمهوری اسلامی ایران میده برگردیم به عقب به 48 ساعت پیش وقتی که جمهوری اسلامی ایران هم درو کرد از نه فقط دستگاه های دیپلماسی ایرانی که نهادهای نظامی جمهوری اسلامی ایران سه تا محور اصلی داشت صحبتشون که کاری که کردن در عملیات صادق دو منطبق بر قوانین بیدون ملل بوده و واکنش از خودشون بوده و از ضمن که اونها گفتن که ما خواهان جنگ بیشتر نیستیم و باز هم تاکید کرده بودن که برحضر داشته بودن که اسرائیل رو واکنشی نشون بده اما یک چیز جدیدتری که الان به وجود اومده اینه که مثلا در صحبت‌های ایروانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک اونها اصرارشون بر اینه که الان بخوان بگن که اونها دو ماهی بوده که خیشدنداری کردند و تلاش کردند که با دیپلماسی پیش برن گروه هفتم الان میگه درهای دیپلماسی بسته نشده و حالا میگن که ما اون چیزهایی که بر خیشتنداری یک طرفه بوده و حالا بسه و ما به بازدارندگی رو آوردیم این در صحبت مسعود پزشکیان در قطر هم در دیدارش با امیر قطر هم نهفته بود اما آیا واقعا این حرفایی که اینها میزنن اون پیغامی که جمهوری اسلامی میده اونقدر برای مثلا دستگاه برای جو بایدن رئیس جمهور و دستگاه دولت آمریکا معنادار خواهد بود یا نه میتونه تاثیر بگذاره یا نه ولی مطمئنا اجا... کمک نمیکنه که اجازه ندن اسرائیل اقدام واکنش نشون بده از واکنشش حمایت کنه کار خوبمون بردی افشید